بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حسین روازاده هستم، پزشک فارغ التحصیل دانشگاه تهران. اخیراً هم خداوند عنایت فرموده یه ثبت نامی هم بر شورای شهر تهران کردیم. انشاءالله بتوانیم که خدمت شایانی رو هم در این شورا انجام بدیم. سوالی که اینجا بیشتر مطرح هست این است که چه خدماتی رو کسی که کاندید میشه باید انجام بده در شورای شهر برای مردم، و یا اینکه بنده سوال میکنم مردم از شورای شهر چی میخوان؟ با توجه به اینکه اصلا بحث شورای شهر یک مطلب نوپایی است، هر دوی این گروه، چه مردم چه نمایندگان کاندیداهای محترم، اینا هر دوتاشون تقریبا کمتر واقف هستن به این موضوع. من درس کنم خدمتون که ما بر اساس قانون اساسی تا جایی که اطلاع دارم شوراهای شهری تا 23 حوزه متفاوت رو میتوانن ورود کنن. چون که این شوراها میتونید مقایسه بکنید با مجلس یا پارلمان که چنین قدرتی رو میتونن داشته باشن و خبر مایوس کننده برای این جانب این که از این 23 حوزه از بعد به تولد شوراها تا امروز 7 تا 8 حوزه رو اون هم به صورت تقریبا ناقص میشه گفت که شوراها ورود کردن، و شما فقط فکر کنید ببینید که تا همین اندازه که عمل کردن چقدر مؤثر بوده، و اگر ما بتوانیم در همه حوزه ها ورود کنیم چقدر عالی خواهد شد. ما میدانیم که شهر یک موجود زنده است. و باید با این موجود زنده ما مهربان باشیم که با عرض تأسف در این چند سال اخیر به این موجود زنده خیلی جفا شده و ستم شده، و انشالله که از این پس دیگه این چنین نباشه. این سنگینه برای ما که بشنویم که مثلا در سال در کشور ما در شهر تهران مثلا 500 نفر حداقل، بله، بر اثر آلودگی هوا 5000 نفر فوت میکنن. 5000 نفر برای آلودگی. شاید خیلی از این آلودگی ها درمانش خیلی ساده باشه و هزینه ای هم برای ما نداشته باشه، اما عدم توجه شاید در برخی از موارد چنین خسارات سنگینی به ما زده. در همین موردی که آلودگی هوا رو عرض کردم، این تعداد کشته جان عزیزان ما رو میگیره در شهر تهران. یکی از راه های کم کردن آلودگی هوا همین تغییر مسیر دود اگزوزهای اتوبوس‌های شهریه. بنده در 30 سال پیش که الانم ادامه داره در کشورهای اروپایی شاهد این بودم که دود این اتوبوس‌ها رو هدایت می‌کردن به سمت بالا از پشت اتوبوس‌ها، یعنی حدوداً 1 متر از سر یک شهروندشون این دود فاصله داشت به هوا. و همون اتوبوس وقتی وارد کشور ما شده، ما نمیدونیم به چه نیتی، ولی به هر حال یا امتیازش به ما فروختن یا اتوبوس رو خریداری کردن، این اتوبوس دودش دقیقاً هدایت شده به سمت زمین
حتی اگزوز رو کج کردن به سمت زمین که اگر دودی و گرد و غباری هم بر روی زمین هست اون هم به هوا بلند میشه و گاهی اوقات ما مجبوریم از پشت این ماشین ها در حینی که این شدت این گرد و غبار و دود هست فرار کنیم در اون لحظه و تا بخواد این دود از اون محیط یک مقدار دور بشه متاسفانه خوراک تنفسی خیلی از شهروندان رو تشکیل میده. حالا ما میتوانیم انشاءالله در حوزه سلامت تجربه خودمون رو اونجا منتقل کنیم، چرا که در این 20 سال اخیر ما توانستیم الحمدلله هم در زمینه کشاورزی هم در زمینه طب در هر دوتا موفقیت هایی رو به دست بیاریم، برخی حتی ارتباط این دوتا رو هم با هم نمی دانند یا اینکه سوال می کنن. ما جوابمون این است که یک طبیب زبانی موفق هست که بتواند شرایطی رو ایجاد کند که پیشگیری چنان قدرتی پیدا کند که نیازی به درمان نداشته باشد و کشاورزی، دامپروری، قوت مردم رو تعیین میکنه. لذا اگر ناسالم باشه ما باید منتظر این باشیم که مردم سالمی نداشته باشیم. همه اینها دست به دست هم داده. ما متاسفانه شهر به اصطلاح بیماری داشته باشیم یا به اصطلاح همونطور که عرض کردم این موجود زنده مریض باشه یا مریضگونه هست که انشالله ما بتوانیم با فعالیت‌های بیشتر از حتی از کودکی در همین شورای شهر یه معماری کودکان رو طراحی کنیم که برای رشدشون از ابتدا تا انتها بتوانند در این شهر خیلی خوب رشد پیدا بکنن تا اونها هم انشاءالله بتوانند خدمات شایانی به نسلهای قبل از خود، نسل قبل از خود که یعنی همان کسانی که بازنشسته میشن و انتظار دارن جوانها کمکشون کنن و به نسلهای بعد از خودشون که فرزندان این برز و بوم هستن بتوانن خدمت بکنن و تجربیاتمون رو و تجربیاتشون رو باقی بگذارن که انشالله همیشه به نیکی از همه یاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.